کتاب جغرافیای کهن و سرزمین‌های گمشده با استقبال شایسته‌ای روبرو شد و بیشتر کسانی که آن را خواندند از ناشر سراغ جلد دوم آن را می‌گرفتند و همین انگیزه‌ای بود برای پژوهشگر دانشمند آقای فرشاد فرشیدراد که برای دستیابی به منابع اصیل و دست اول تلاش نماید و راه را برای علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ این سرزمین بگشاید. در کتاب نخست به طور خلاصه به این نکته اشاره شد که ایران بیچ یا خونیرست همان آتلانتیس است که در باور غربیان سرزمینی است گم شده که مردمانش دارای تمدن و دانش فوق‌العاده پیشرفته‌ای بودند. خواستگاه این تمدن که در کتاب مجمع التواریخ و قصص از آن یاد شده مرکز بالائین جهان یا خود به شمال است. این سرزمین در زمانی که به درستی از آن آگاهی نداریم به دلایل ناشناخته مانند زمین لرزه و آتش فشانهای بسیار سهمگین یا عوامل دیگری نابود شده و به زیر آب رفته است، اما گروه های بسیار کمی از ساکنین مرکز بالائین زمین که از این مهلک جان به در برده و موفق به گریز شده اند به سوی جنوب کوچیده اند، چون راهی هم به جز جنوب در پیش روی نداشته اند. سرزمین های جدید این کوچندگان شمال آمریکای شمالی، مناطق اسکاندیناوی و شمال اروپا و شمال آسیا و سیبری می توانسته باشد. به هر روی این مهاجرین به هر کجا که رفته اند حامل خاطره ها و دستاورد های فرهنگ و تمدن پیشین خود بوده اند. آنها بعضی از نام ها و نمادهای زندگی پیشین خود را به سرزمین های جدید انتقال داده اند. شباهت آیین ها و آداب و رسوم باشندگان کنونی در سراسر کره زمین و اشتراک در باورها، افسانه ها و سرودها و نیایش ها و نام های مشابه که بر رودها و کوهها و دشتها گذارده اند، شباهت در زبان و گویش، همه و همه ریشه و پیوند نزدیکی بین اقوام و ملل پراکنده در سراسر جهان را تایید می نماید که شایع ترین و بارزترین آنها همانا نشانه چلیپا است که در حقیقت نماد نقشه جغرافیایی سرزمین کهن را با چهار شاخه رود که از مرکز سرچشمه گرفته و در چهار جهت روان بوده را به خاطر می آورد. پیشگفتار نویسنده. خواننده گرامی، در این کتاب شما با اسناد و متونی آشنا می شوید که ثابت می کند روزگاری در هزارهای بسیار دور سرزمین قطب شمال اقیانوسی یخ‌زده نبوده، بلکه قاره‌ای بسیار آباد و بهشت‌گونه در مرکز همه تمدن‌های جهان بوده و جایگاه ویژه‌ای داشته است. جهانیان به این سرزمین به احترام می‌نگریستند و آن را گرامی می‌داشتند. اما امروز از سابقه این سرزمین که نخستین جایگاه بشری در متون کهن بوده، تاریخی در دست نیست. در واقع در اینجا منظور از بهشت کنایه ای است که سرایشگران متون کهن سرزمین خود را با آن سنجیده اند و آنجا را با بهشت قدسی و آسمانی مقایسه کرده اند، درست مانند امروز که میگویند فلان مکان چون بهشت است، یا مانند این تشبیهاتی که در سروده ها سخن را به آن می آرایند. در متون کهن بهشت دو گونه است، یکی آسمانی که دور از قیاس و وهم و گمان است و دیگری بهشت وصفی یا زمینی. اگر بخواهیم تاریخ جهان را به چهار دوره کهن باستانی، قدیم و جدید تقسیم کنیم، این تاریخ ناشناخته که اکنون جغرافیای گم شده ی آن مشخص شده به دوره های بسیار فراکهن مربوط می شود که هیچ کدام از این بخش ها را در بر نمی گیرد. در واقع این بخش گم شده ی تاریخ را می توان دوره ای نامید که جز برخی اسطوره های مبهم اطلاع دیگری از آن در دست نیست. آنگونه که به نظر می رسد نه تنها ایرانیان
که از آفریقا تا شمال اروپا و از آمریکا تا چین و حتی بومیان استرالیا از چنین سرزمین اسطوره‌ای نام می‌برند و نماد آن را به احترام در همه جا نقش می‌کردند. یادآوری این که در جلد نخست کتاب گفتیم نماد چلیپا که در آثار باستانی از اهرام مصر تا اهرام مایاها و از معابد هند و چین تا آمریکا و ایران و اروپا در بناها و آثار باستانی به فراوانی یافت شده است، نشان سرزمین کهن و میانی قطبی است که تقاطع درود باستانی در مرکز این سرزمین را نشان می دهد. اما در کتابی که در پیش روی دارید کوشیدم تا اسناد و مدارک دیگری را ارائه دهم که بتواند پرده از اسرار این سرزمین کهنسال قطبی کنار زند. در این کتاب علاوه بر متون کهن ایرانی و پژوهش‌های دیگر، برای نخستین بار بخش‌هایی از دو کتاب بسیار مهم که هر دو در اواخر قرن 19 یکی در آمریکا و دیگری در هندوستان در رابطه با همین موضوع به چاپ رسیده را آورده‌ام. کتاب نخست به نام قطب شمال گهواره نژاد بشری اثر ویلیام وارن می باشد که پژوهشی بسیار ارزشمند است که به اعتقاد خود وی تا کنون کتابی در رابطه با این موضوع و قاره گم شده در قطب شمال نگاشته نشده و از این رو کتاب وی در این زمینه تا همین امروز هم منحصر به فرد است. وارن با واکاوی اسطوره‌ها و متون کهن اقوام و ملل و جمع‌آوری دانش‌های زمین‌شناسی، زیست‌شناسی، ستاره‌شناسی و غیره کوشیده تا قاره کهن قطبی را اثبات نماید. او می‌کوشد نشان دهد قاره کهن پیش از هر تمدنی بوده و تمام تمدن‌های بعدی به گونه‌ای از زیر شاخه های تمدن کهن قطبی بودند. اما کتاب دوم حدود 18 سال بعد از کتاب وارن در هندوستان به چاپ رسیده و نویسنده آن شخصی به نام لقمان گنگادهار تیلاک دانشمند معروف هندی است. وی کتاب وارن را خوانده و حتی با وی مکاتباتی داشته است و ابتدا با دیده شک و تردید به تئوری وی نگریسته، اما بعدن خود به این نتیجه رسیده که هندوهای کهن زمانی که ریگ‌ودا را می‌سرودند باید در قاره قطبی ساکن بوده باشند. تیلاک در پژوهش خود برخلاف وارن که از بسیاری جهات علمی و اسطوره‌ای شواهدی دال بر وجود قاره کهن قطبی آورده است، تنها پژوهش‌های خود را بر متون ودایی متمرکز ساخته است و همان گونه که خود در ابتدای کتاب هم گفته با توجه به سروده های ودایی سرایشگران آن ابتدا باید این منظومه ها را در قطب شمال سروده باشند و بعداً با مهاجرت به مدارات پایین تر به کشورهای مانند هند امروز رسیده و طی هزاره ها با جغرافیای جدید تغییراتی در متون ایجاد شده باشد. شاید ذکر این نکته هم لازم باشد که تیلاک در جای جای کتاب خود متون اوستا را در اثبات قاره کهن قطبی روشن‌تر و سریع‌تر از بداها دانسته است و معتقد است متون کهن ایرانی مانند بندهشت و اوستا بیان روشن‌تری نسبت به متون ودایی دارند. تا یک برنامه دیگر، خدا نگهدار.